تصاویر تازه از نامزادی لیمه امیری که اصلا باورتان نخواهد شد. لیمه امیری در کدام کشور زندگی می کند؟ نامزد لیمه امیری کیست؟ دلیل دوری و از رسانه های اجتماعی چی بوده است؟ لیمه امیری چی رابطه با استان فرسان داشت؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شدید. لیمه امیری مجرم موفق یکی از چهره‌های مشهور رسانه‌ای افغانستان. به چهره و محبوبیت لیمه امیری در میان جوانان افغانستان آشنا بود. لیمه امیری از سن طفولیت علاقه فراوانه و کار در رسانه‌های اجتماعی داشت و در تلویزیون طلوع برنامه هوای تازه را با غلام سخی برای کودکان پیش می بود. در سن نوجوانی به تلویزیون جهانی آرزو پیوست. دیر نگذشت و از پرده رسانه ها به مدت کوتاهی دوری گزید. به کشور هندوستان رفت و در آنجا تحصیلات دوره ابتدایی را به اتمام رسانید. لیمه امیری در سن نوجوانی با چهره و ظاهر کاملا جدیدش دوباره کار با رسانه های افغانستان از جمله تلویزیون جهانی طلوع را آغاز کرد. لیمه امیری برنامه های مختلف را برای این تلویزیون جهانی به پیش می برد. علاقمندان و طرفداران خاص خودش را داشت. جدیداً لیمه امیری به کشور کانادا زندگی می کند و در آنجا مدتی یک سال می شود کاملا از پرده رسانه ها دوری گزیده است. تصاویر تازه نشر شده از نامزدی لیمه امیری این روزها در صفحات مجازی دردسرهای بشماره برایش ایجاد کرده است. اما معلوم نیست آیا با واقعیت این تصاویر نشر شده از نامزدی لیمه امیری است یا خیر. هرچند لیمه امیری در رابطه عاشقانه با حسام فرزان یکی از هنرمندان خوب کشور بود. لیمه در کشور کانادا زندگی می کند و در آنجا قرار است شکل و شمایل خودش را مانند مدلان عربی تغییر بدهد. لیمه آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای این جوان از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگی هم شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و طرفداران لیمه امیری به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر، امیدتان را به لای منان سپرده کامیاب باشید.